این اول رشته دوم در بیان عقل بدان که عقل کل که جامع کمالات جمیع عقول است اول موجودی است که حضرت حق به تجلی معین از غیب مطلق متوجه ایجاد عالم کون ساخت و او را قلم اعلا و نور محمدی صلی الله علیه و آله نیز گویند و این هر سه لفظ در نص حدیث وارد است و همین یک جوهر است که او را بعد از قبول وجود از حضرت مفیض الجود به سبب تعقل ذات و صفات خود عقل گفتند و به واسطه توسط میان حق و خلق به استفاضه علوم و معارف از ما فوق و افاضه به ما تحت قلم خوانند و به جهت ظهور اشیا که بدون مرآت عکوس اشعه جمال و جلال است به نور مسما گردانیدند و مظهر انوار در این مرتبه که انسان کامل است عقل مصور گویند و به اصطلاح قوم عقل موضع صیقل است از قلب که به نور روح منور باشد و عبارت صاحب شریعت صلی الله علیه و آله و سلم اشاره است بدین معنی که العقل نور فی القلب یفرق بین الحق و الباطل و از سبب این خاصیت این را عقل فرقانی گویند و به زبان طایفه محققان عقل تفصیلی را عقل فرقانی خوانند چنانچه عالم اجمالی را جامع عقل قرآنی خوانند و دیگر عقلی است که آن را عقل معادی خوانند عقل قامع نیز گویند که باز دارد نفس را از معاصی و تحریز کند او را بر ادای طاعات و این عقل از شوائب اوهام صافی است و دیگر عقل مشبب به اوهام که آن را عقل معیشتی خوانند در اثنای ابیات نکته در بیان هر یک از آن باز توان یافت و لله الحمد على التوفیق کما اشار المولوی. خب چنانچه عنایت فرمودید اینجا درجات عقل و ترتیبات عقل و تقسیمات عقل و در حقیقت مقسمات و مقومات عقل رو در اینجا بیان کرد. به طور کلی عرفا معتقد هستند که منشأ عقل حضرت حق است و اوست که عقل کل است و عقل اول و آن عقلی که همه اشیا و همه دانایی ها و دانش ها از آن نشأت گرفته است و با توجه به آن تفاوتی که وجود دارد در میان فلاسفه و عرفا نسبت به عقل که عقل چه میتواند باشد و چگونه است در اینجا یک تقسیم بندی کلی هست که عقل یا کلی است یا جزئی. عقل کلی مربوط به خداوند است و آن اولیای الهی و انبیای الهی حاملان آن عقل کلی در این جهان هستند. در برابر عقل جزئی است که عقل معیشت اندیش، عقل عافیت اندیش، عقل مصلحت گرا و عقلی که کارش جلب منفعت و دفع مضرت است و البته از این دو نوع عقل آن را که عرفا نیکو پنداشتند آن همان عقل کل است، عقل کلی است و آن چه مضمون دانستند و با آن به مخالفت برخواستند همین عقل جزئی یا عقل ابزاری یا عقل معاش است. بنابراین اختلافی که بین
فلاسفه و عرفا هست به این برمیگردد که عرفا عقل جزئی را میپسندند، عقل جزئی را برای حتی برای استدلال نمیپسندند و پای او رو چوبین میدانند و میگویند که این عقل راه به جایی نمیبرد. اما عقل کلی رو همه پسندیدند و همه قبول کردند از آن جهت که آن عقل از جانب خداوند است. ابن عربی که یکی از بزرگترین شارحان علم و عقل و این مباحث عرفانی هست، بر اساس آیات قرآنی و بر اساس روایات صحیحی که از پیامبر اسلام صلی الله علیه هست، همه این موارد رو بیان کرده است و آنجا در فتوحات و در جاهای دیگر به آن اشاره کافی کرده است و اینجا نمونه ای به اون اشاره شد. فرمود که عقل جامع کمالات جمعی عقول است. عقل کل آن چیزی است که تمامی عقل ها از آن نشأت گرفتند و هرچه تعقلی که در این جهان است ما این رو از جانب عقل کل می دانیم. راجع به تلقی فلاسفه هم که حتی مستثر هستید که اصلا وجود جهان رو منتصر به عقل می دانن. مفهومش این است که وقتی عقل مطلق و عقل کل خداوند در ذات خود تعقل فرمود، نتیجه آن دو چیز بود، عقل اول و بعد عقل اول در خود تفکر نمود، نتیجهش عقل دوم بود، عقل دوم در خود تفکر نمود، نتیجهش عقل سوم تا عقل دهم. عقل دهم هر کدام از این عقول هم یک نفسی برای خود ایجاد کرد و عقل دهم مولد نفس دهم بود که تمامی جهان و مافیها از همین نفس است که مولانا در این ابیات بهش اشاره خواهد کرد. میگه اول موجود است که خدا آفرید، اول ما خلق الله نوری. از پیامبر چند روایت هست که یکی فرمود که اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود، بعد فرمود که اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خداوند آفرید عقل است. خب بر اساس قاعده خاصی که وجود دارد که قاعده کلی الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، یعنی تا زمانی که ما بتوانیم بین دو روایت، بین دو آیه که ظاهر آنها با هم تطبیق نمی کند جمع بکنیم، بهتر از این است که یکی رو برگزینیم و دیگری رو طرح کنیم و واگذاریم. بنابراین اگر امکان داشته باشد که ما دو روایت، دو آیه یا چند روایت رو در کنار هم بیاوریم و اینها رو با هم آشتی بدهیم، بهتر از این است که اینها رو یکی رو بپسندیم و دیگری رو رها کنیم. بر همین اساس یا آمدن و راجع به قلم، عرش و کرسی و مطالب دیگر سخن گفتن. بنابراین ابن عربی آمده و اینها رو جمع کرده است و همه اینها رو صحیح دانست، از تمامی روایت رو، روایات رو متقن و موثق دانست است، فقط جایگاه اینها رو تعریف کرده است که از جمله اینجا آمده است. خب اول موجودی که خدا آفرید عقل است، اما آنجا هم می‌فرماید اول موجودی که آفرید نور من بود. خب معلوم است که اینجا می‌توانیم بگوییم که نور حضرت رسول همان عقل است و عقل همان نور حضرت رسول است و با هم منافاتی ندارد، که حضرت حق به تجلی معین. خب اینها خیلی بحث دارد، من دیگه رد میشم و خیلی توضیح نمیدم چون بایستی در همین سطر اول بمانیم، تا جایی که توانستیم پیش میبریم. به تجلی معین از غیب مطلق، غیب هم که سخن در مورد آن گفته شد و آنچه که مراتب غیب است، غیب خود مرتبه دارد، مراتب فراوان دارد و ما یک معنی برای غیب نداریم، همچنان که یک معنی برای شهود نداریم. مراتب معین و متعدد وجود دارد. حتی عرفا معتقدند که هر کس غیبی دارد،
هر کس برای خود غیبی داره. این رو فلاسفه بهش توجه نکردن و غیب رو یک امر کلی و محتوم گرفتن. اما عرفا به این توجه دارن و میگویند که غیب یک غیب مطلق است، بدون تغییر، بدون هیچ گونه قیود ظاهری و باطنی. یک عده غیب ها هستن که مقید است، مقید به حالات روحانی، مقید به علم، مقید به عقل، مقید به سایر مسائل. اما واقعیت این است که هر کس برای خود غیبی دارد و ضمناً هر کسی که برای خود غیبی دارد، این غیبها در مورد آن شخص هم با ثابت نیست و این غیب در حال تبدیل و تحول و تطور است. غیب من نسبت به دیروز من البته امروز فرق کرده است، چون چیزی را به دست آوردم، از غیب به شهودی آمده‌ام یا از شهود به غیبتی رفته‌ام و بنابراین این حالات و احوالات روحی و فکری و قوای روحانی و عقلانی موجب می‌شود که این لحظه تغییر پیدا کند. این نکته مهمی است که باید توجه کنیم. اما وقتی غیب مطلق میگوییم، فارغ از همه این تقییدات است و مقید به هیچ چیز نیست و علل اطلاق است. ایجاد عالم کون ساخت، یعنی خداوند که خواست تجلی فرمود که عالم کون و عالم وجود و عالم هستی رو بیافریند. او را قلم اعلا و نور محمدی، همان که عرض شد که اول ما خلق الله نوری، همان است نور محمدی گویند. ابن عربی عقل را نور محمدی نامیده است، نور محمدی را همان عقل میداند و قلم، همان قلمی که بر لوح اعلا نوشته میشود. یعنی چون این قلم واسطه هست بین خداوند که کلمه را آفرید و این قلم رو برای آن نوشت و آن نویسنده کل و آن کاتب مطلق، آن تجلیگر کامل، این قلم رو به دست جهان، به دست امکانات دنیوی و غیبی داد تا اینکه این جهان با همه وجودش در منصه ظهور درآید. و این هر سه لفظ در نص حدیث وارد است، اینها احادیثی است که وجود دارد و همین یک جوهر است که او را بعد از قبول وجود از حضرت مفیض الجود، آن که جود رو او افاضه می کند و می بخشد، به سبب تعقل ذات و صفات خود عقل گفتند. خب عقل رو هم به این گفتند که توانستن که ذات و صفات خود رو درک بکنند. حال عقل چیست؟ عقل رو مثلا ابن سینا 11 تعریف از عقل میکنه، فارابی 13 تعریف از عقل میکنه، دیگران ملا صدرا 3 تعریف از عقل میکنه، ولی همه اینها تقریبا در 3-4 مورد با هم مشترکن. یک تعریفی که از عقل کردن این است که انسان بتواند روابط بین اشیا و روابط بین افکار رو دریابد، این میشود تعریف عقل. و یا بعضی گفتن که آنچه که انسان در وجود خود دارد اون رو تعقل کند، احساسات خود، عواطف خود، درک‌های خود و علم خود رو درک کند. اما ابن عربی و سایر عرفا میگویند عقل از خود چیزی ندارد. نکته بسیار مهم اینجاست، تفاوت قضیه در اینجاست. اینها میگویند که عقل از خود چیزی ندارد، عقل ظرف است، ظرف علم حق تعالی است، ظرف ادراک است، نه اینکه از خود چیزی داشته باشد. عقل فقط میتواند صغراها و کبراها را در کنار هم بچیند و از اینها نتیجه بگیرد، یعنی یک ابزار است برای ادراکات علمی و غیر از این چیز دیگری نیست. اما فلاسفه برای عقل هویت دیگر و ماهیت دیگری قائلند و عقل رو در حقیقت پدید آورنده و به وجود آورنده و خالق می دانند. ولی عرفا عقل رو مخلوق می دانند و می گویند این از او هیچ بر نمی آید جز این که این روابط عقلی رو با هم تطبیق دهد و اینها رو درک کند. منطقی که وجود دارد، این آیا از آن بزرگتر است، این شیء از آن کوچکتر است، او وزنش از این بیشتر است،
اینها رو درک بکنم. بیش از این عقل توان و استقلال نداره. یعنی عقل مستقل رو به کلی من منفی دانستن و نفی کردن و نمیدن این عقل وابسته است و همه عقودی که وجود داشت است به واسطه آن. امام قشیری، صاحب رساله قشیریه که همه میشناسید، ایشان خیلی بحث زیبایی دارد. میگوید که عقل اصلا معرفت افزا نیست. عقل چیزی از خود ندارد و معرفت زایی ندارد. عقل نمیتواند معرفت و شناخت به دست بدهد. مثال میزنم، میگه آیا کافرانی که هستند آیا عقل ندارند؟ البته که اینها عقل دارند. پس چرا خدا رو قبول نمی کنند؟ میگوید این معرفت الوهی نمی آورد. عقل معرفت الوهی نمی آورد. این همه اکنون در زمانه ما آتئیست ها یا آنهایی که منکران خدا هستند، اینها عقل ندارند. کسی نمی تواند منکر عقل آنها شود. اینها بسیار هم شاید عاقلند، اما چرا خدا رو نمی پرستند و قبول نمی کنند؟ دلیلش چیست؟ دلیلش این است که عقل راه ندارد به آن زمین. عقل به ساحت ایمان نمی تواند وارد شود. یا اینکه مثلا امام قشیری میگوید که این مجانین و اطفال، کودکان آیا عقل دارند؟ این مجنون عقل دارد؟ خب اولین چیزی که هست میگوییم مجنون عقل ندارد. اما آیا این مجنون ایمان دارد؟ بله دارد. چند مورد نقد وجود دارد که کودکی که عقل ندارد، عقلش هنوز به مرحله خاص نرسیده است، یا از صفاحتی برخوردار است یک کسی، یا مجنون است، دیوانه است، عقل اصلا ندارد، آیا این میتواند مؤمن باشد یا نمیتواند؟ آیا او میتواند به غیب ایمان بیاورد یا نمیتواند؟ میتواند. بنابراین این دو رو عنوان نقیض این بحث میآورد که کسانی که میگوین عقل معرفت زا و معرفت آفرین است، اینها این رو درک نکردن. عقل هرگز معرفت نمی سازد، معرفت آفرین نمی کنه. فقط عقل رشتهش این است و کارش این است که معرفت ها رو در کنار هم ردیف کند و از آن یک معرفت جدیدی بسازد. منتها اینجا هم او از خود نمی سازد، مجموعه آن معرفت هاست که این مجموعه رو به او می دهد. و اتفاقا در مورد شناخت خداوند و معرفت الله، عقل که بسیار پایش لنگ است و واقعا نمیتواند، اگر به شکل عقلانی باشد ما هرگز نمیتوانیم اینها رو اثبات بکنیم. به واسطه توسط میان حق و خلق، به واسطه اینکه واسطه هست، توسط یعنی واسطه بودن، میان حق و خلق واسطه میشود و استفاضه علوم و معارف از مافوق است. عرفا معتقدند علم رو بشر نمی سازد، علم از جانب خدا می آید. و مولانا و دیگران هم معتقدند که علوم رو خدا آفریده است و خدا به بشر داده است. هیچ کدام از این علوم رو بشر کشف نکرده است. همه اینها کشف انبیا و اولیا است. این اصل کلی است که عرفا معتقدند به این. حال ممکن است ما موافق باشیم یا موافق نباشیم، اما معتقدند که بشر هیچ عقلی رو نمیتواند هیچ علمی رو، علم اساسی، نه علمی که تطبیق بکنند، علم تعلیفی، نه علم تأسیسی رو البته هیچ کس نمیتواند که بدون مشارکت وحی داشته باشد. افاضه به ماتن قلم خوانند، یعنی از آن بالا از خداوند می آید، آن قلم اعلا که هست می آید و چیزهایی رو بر این زمین سفلا از آن عرش اولیا می نویسد. به جهت ظهور اشیا که مرآت عکوس اشعه جمال جلال است، آینه عکسهای آن اشعه ها و نورهای تجلیات جمالی و جلالی خداوند است. خداوند که تجلی می کند، این یک آینه می شود، وجود انسان و قلب انسان آینه می شود که آن تجلیات در او تابش می کنند و او معرفت رو به این جهت می یابد. همان قصه افلاطون است که رو به آن غار می کنیم و آنجا می گذرد. ولی اینجا
آن جایی که افلاطون میگه سایه ها هستن که با معرفت میدهند. ما از پشت سرمان آگاهی نداریم و این سایه ها هست که ما میدانیم کاروانی از شتران داره حرکت میکنه. اما اینجا میگوید آیینه. آیینگی یک مرتبه بالاتر است از اصل قضیه. این هم همان است که آیینه فقط حجم رو نشان میدهد، وگرنه بقیه مرائی رو به شکل کامل برای انسان مشخص میکند و انسان میتواند در آینه تمامی رنگ و شکل و همینها رو بداند. آنچه که نمیتواند بعضی خاصیت هاست، مانند بو هست که آینه نمیتواند، یا حجم است، یا برخی موارد دیگر. پس تعبیری که عرفا به من آینگی دارن با تعبیری که افلاطون دارد، این بسیار پیشرفته تر است نسبت به آن و به واقع هم این نزدیک تر است. مظهر انوار در این مرتبه انسان کامل است. خب از بالا که افاضه فیض عمومی شد، کم کم پایین می آید. عرش است و پرسی هست و قلم است و همچنان می آید پایین تا اینکه به انسان کامل می رسد. به اون عقل مصور میگن. انسان کامل عقل مصور، عقلی است که تصویر یافته است و صورت پذیرفته است. اگر ما بخواهیم بگوییم که عقل چیست، یک انسان کامل رو میتوانیم نشان بدهیم که او عقل مصور است و عقلی است که تصویر شده. و عقل موضع صیقل است از قلب که به نور روح منور باشد. خب حالا اینجا رابطه عقل و روح رو هم میگوید. میگه روح نور است. این روح که نور می آید، عقل کارش آیینگی است. این نور روح است که در این آینه و در این آینه اگر صیقلی باشد، در این آینه صیقلی افتاده است. این نور روح است که در آینه عقل می افتد. چنانچه اگر روح نباشد، عقل هیچ کار است. عقل کاری از او بر نمی آید. ولی اگر عقل نباشد، روح هست یا نیست؟ روح هست اگر عقل نباشد، اما اگر روح نباشد عقل هم نیست. بنابراین در حقیقت یک واسطگی خاصی بین این دو هست. العقل نور فی القلب. پیامبر فرمود که عقل نوری است در قلب. یفرق بین الحق و الباطل. این نور از کجا ناشی میشود؟ از نور روح هست که ناشی میشود. نور روح از کجا ناشی میشود؟ از نور روح الاربا و از آن عالم کل که ساطع شده است به این عالم، که میان حق و باطل رو فرق می نهد و فرقان است و بین حق و باطل می تواند تشخیص دهد. این جهت رو عقل فرقانی می گویند. پس این عقل، انواع عقل ها رو بیان کرد و یکی هم مثلا عقل مصبر هم انسان کامل. عقل فرقانی چیست؟ عقل فرقان، فرقان که می دانید از نام های قرآن است و فرقان به معنای فارق بین حق و باطل و سوره 25 قرآن هم هست که میتواند بین حق و باطل فرق و تفارق حاصل کند و جدا کند حق و باطل رو. از به این میگن عقل فرقان. زبان طایفه محققان عقل تفصیلی را عقل فرقانی کنند. این عقلی که میتواند از اجماع تفصیل بسازد، این رو هم بهش میگن عقل فرقانی. اجمال یعنی چه؟ اجمال یعنی خلاصه، کوتاه، آنچه مفصل نیست و تفصیل ندارد، توضیح ندارد. این عقل مجمل میتواند تبدیل به عقل مفصل شود، یعنی از اجمال به تفصیل درآید و از اشاره به شرح روی کند. چنانچه علم اجمالی را جامع عقل قرآنی خوانند. خب عقل قرآنی چیست؟ آنچه که در قرآن است بهش عقل قرآنی میگویند و علم اجمالی همان عقل قرآنی است. چون چرا قرآن رو عقل اجمالی گفتند؟ به خاطر که قرآن چند کلمه است، شاید نزدیک به 6000 و مثلا چند آیه دارد و چند کلمه، تعداد کلماتش هم محدود است و همه اینها واقعا نشان میدهد که در قرآن همه چیز نیست. درست است که در قرآن گفته لا رتب ولا یابسن
لافی کتاب مبین. بعضی گمان کردن که همه چیز و حکم همه چیز در قرآن است. خب این ممکن نیست که حکم همه چیز در قرآن باشه، چون این اجمال است، به اجمال مطرح شده است و تفصیل آن توسط اولیای الهی روشن می شود. وگرنه یک کتابی که در حالت عادی مثلا 300 صفحه هست، حال بسته به نوشتار اون است، چگونه می تواند جامع همه مسائل باشد؟ این مجمل است و این همان عقل اجمالی رو قرآن گفتن که اجمالاً همه چیز در آن است، اما تفصیلاً بایستی بسیار اون رو شرح داد و آن معروف به عقل تفصیل. دیگر عقل معاد است. عقل معاد چیست؟ عقل معاد آن است که معاد اندیش باشد، یعنی نسبت به برگشت خود به این جهان هم بیاندیشد. دیگر از انواع عقل معاش است که بداند چگونه این معیشت و زندگی خود رو بگذراند. عقل قامع میگویند. قامع یعنی آنچه که نفس رو از معاصی نگه دارد و انسانی که میراد به سمت معصیت، عقل قامع برکننده و قلع و قمعی که میگن همان از قمع هست، قامع یعنی برمیکند و او رو در حقیقت به سمت خود میکشاند و از معاصی دور میکنند و تحریض و تشویق میکنند برای ادای طاعات. این هم از شوائب و شائبه های وهم ها و خیالات پاک و صاف و منزه است. و دیگر عقلی که مشبب به اوهام است، یعنی شائبه ها و در حقیقت حرکاتی که از وهم به سمت این عقل می آید او رو به سمت تصمیم گیری های خاص می کشاند. وهم ممکن است که به عقل های جزئی صدمه برساند، اما به عقل کلی صدمه ای نمی رساند، چون که در از خاصیت های وهم است، خاصیت های زمین است که به علم مطلق و عقل مطلق آسیب برساند. میگه عقل دیگری که عقل مشبب به اوهام است که آن را عقل معیشتی خوانند یا عقل معاش در برابر عقل معاد خوانند. و فرمود که در اسمای ابیات اینها رو شما خواهید دید. ما همین ابیات رو خیلی انشاءالله سریع میخوانیم تا اینکه به پایان برسیم، چون تا حد ممکن و در حد اجمال سخنانی رو گفتیم. تا چه عالم هاست در سودای عقل، تا چه عالم هاست در سودای عقل، تا چه با پهناست این دریای عقل. این دریای عقل چقدر عظیم است، چقدر پهنا و ژرفا دارد، چقدر در این سودای عقل چه عالم هایی وجود دارد. عقل و دلها بی گمان خود عرشی هستند. می فرماید که عقل و دل هر دو عرشی هستند، یعنی از جانب خداوند احاطه شدند، از جانب خدا آمدند. عقل و دلها بی گمان خود عرشی هستند، بی حجاب از نور عرشی می زیم. آن نوری که از عرش اله، حضرت اله می آید، این عقلها از نور او تغذیه می کنند. این عقل از نور عرش تغذیه می کنند. چرا اگر آنچنان نبود اینقدر قدیم نبود، اینقدر مستحکم نبود و اینقدر نمی توانست راه نمای ما در این مسائل باشد. وهم افتد در خطاب و در قلب، عقل باشد در اصابت ها فقط. عقل همیشه اصابت به واقع و حقیقت می کنند و وهم ها همیشه از این اصابت معافند، در خطاب و در غلط و اشتباه می افتند. وهم را هم که قبلا راجع به آن سخن گفته ایم، اگر یک خط فرضی و خط جبری فرض بفرمایید، بین صفر تا صد رو ملاحظه بفرمایید، اگر صفر رو جهل بنامیم و صد رو علم بنامیم، جهل کامل و علم کامل، وسط آن که 50 می شود شک. یعنی وقتی انسان بینابین بود، 50% علم داشت و 50% جهل داشت و نمیدانست که به طرف علم نمیتوانست برود یا به طرف جهل، اینجا مبدأ شک است. بین صفر و 50
بین جهل کامل و شک وهم است. البته این تولرانس دارد، ممکن است وهمی مثلا 1% علم داشته باشد، یک وهم 20% علم داشته باشد، یک وهم 49% باشد، ولی به هر حال وهم است، چون از اون دایره شک و از آن خط اصلی شک گذر نکرده و عبور نکرده. به حد 50 میرسد، به حد شک میرسد، ولی خود هنوز وهم است. یعنی تولرانس عمیقی دارد و نصف راه رو آمده است. آنچه بین شک و علم است هم ظن بهش میگیم. ممکنه ظنی 51% مثلا علم داشته باشه، یکی ممکن است 60%، 70%، یکی هم ممکن 99% باشه، اما به هر حال 99% ظن است و علم نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. و خداوند فرمود که جهل که هیچ، جهل که اصلا به درد نمی خورد از نظر دینی و علمی و عقلی. وهم چه؟ وهم هم اصلا به درد نمی خورد، بلکه اینها همه قاتلان حقیقت هستند. وهم چون از آن جهت که توهم می کند که به واقعیت دست پیدا کرده، بسیار خطرناکتر از چیزهای دیگر است. وهم بسیار خطرناکتر از شک است. کسی که در وهم است، در توهم است، وهم می کند و گمان می برد که می داند، در حالی که هیچ نمی داند. اما کسی که به مرتبه شک رسید، لااقل می داند که نمی داند و در بین اینها وجود دارد. قرآن که قرآن و معارف اسلامی به طور کلی جهل رو که کنار زده اند و قبول نکردند، وهمی که بین شک و در حقیقت جهل است او رو هم قبول نکرده اند، شک رو هم اصلا قبول نکرده اند. و قرآن بسیار به شکاکان تاخته است، به آنهایی که یقین نمیرسند تاخته است. و البته بین شک و علم هم حتی به ظن هم توجه نکرده است. آنچه که قرآن به آن توجه میکند و او رو مطابقت با حقیقت حقیقت جهان میداند، این همان علم است و لاغیر. و غیر از علم، ظن و شک و وهم و جهل، هیچ کدام از این مسائل مفید حقیقت و واقعیت به گونه دیگر نیستن. جنس و ناجنس از خرد دانی شناخت. خب این جنس چطوره؟ آیا این مثلا این بد جنس از این خوب است؟ این جنس مثلا جنس اشیا رو میتوان شناخت، همین ها رو با عقل میتوانیم بشناسیم. جنس و ناجنس از خرد دانی شناخت، سوی صورت‌ها نشاید زود تاخت. شایسته نیست که ما به سمت صورت‌ها برویم، بلکه عقل می‌تواند که به باطن اشیا نفوذ کند. فرق نقض و زشت از عقل آورید، نز چشمی کوسیه گشت و سفید. خب مولانا می‌گوید این آیا این با این چشم می‌بینید، می‌بینید یکی زیبا هست یکی زشت است. شما چگونه درک میکنید که این زیبا هست یا زشت است؟ آیا این پیه که در چشم ما هست، آیا این است که میشناسد که این زشت است یا زیبا هست؟ شما وقتی به موجودی نگاه میکنید میگوید این زشت است یا زیبا است، آیا این چشم میتواند ببیند؟ نه. چیز که در پس این چشم میتواند زشت بودن و زیبا بودن او رو معین کنند و بشناسند، چیزی جز عقل نیست. خود آن عقل هم گفت که از عقل کل نور گرفته است، آن هم از آنجا بوده، چون زیبایی و زشتی رو میشناسد و معیار خوبی و بدی و زشتی و زیبایی هموست. فرق نقض و زشت از عقل آورید، نز چشمی کوسیه گشت و سفید. چشمی که یک سیاه و سفید از چشمای ما، سیاه و سفید است، یک قسمتش سفید است یک قسمتش مثلا سیاه. میگه این عقلی که سیاه و سفید است این نیست، بلکه این چشم نیست، بلکه عقل است که اینها رو درک میکنه. آفت مرغ است چشم کام بین، مخلص مرغ است عقل دام. میگه مثالی میزند، میفرماید که این چشمی که هست
چشم این پرنده دانه را میبیند، میرود به سمت آن ولی در دام میافتد. عقل میتواند آن دام رو شناسایی کند و تشخیص دهد، وگرنه چشم کارش این است که ظاهر بین باشد. عقل است که به ژرفا و عمق میپردازد و در عمق مسائل ادراک میکند. عقل را اندیشه یوم الدین بود، وین هوا و پرهرس و حالی بین بود. بین عقل و هوا، عقل و نفس، عقل و هوا، هوا و هوس های نفسانی مقایسه میکند. میگوید عقل اندیشه یوم الدین دارد، روز جزا و روز پاداش رو عقل اندیشه او رو دارد. اما این هوا و هوسی که ما داریم، این حریص هست به چیزهایی و حالی بین است. حالی بین یعنی اینکه همین اکنون را می‌بینند و بیشتر از این را نمی‌بینند. مولانا در جاهای دیگر مثالی می‌زند، میگه مثال بزنیم آن دانش آموزی رو که به قول سعدی در بازار خرسک بازی می‌کند. میگوید خب این کودک دقیقاً چون عقل ندارد از عاقبت کارش محروم است. این کودک چون نمیداند که طلب علم چقدر برای مفید است، هر لحظه میخواهد که از دام عقل برهد و برود بازی کند، زندگی کند، شادابی کند، بخورد، چست و چابوکی کند و بازی کند. اما عقل دیگران به او میگوید که اگر تو اکنون چنین کنی و در طلب علم تلاش نکنی، نهایتاً مثلا بدبخت خواهی شد. بنابراین این دو حس در این کودک هست، یکی هوای نفسانی و یکی هم عقل. آیا این کودک عقلش میرسد؟ اگر عقلش میرسید که کودک نبود. به خاطر همین است که معلوم نیست که این کدوم طرف رو باید بگیرد و این کودک چه باید بکنه. از آن جهت است که عقلی که بالاتر از این کودک است، این کودک راهنمایی میکند که بیا درس بخوان، او رو تشویق میکند، حتی با مسائل حسی تشویق میکند، جایزه ای برای او در نظر میگیرد تا او کم کم پیش برود. و مولانا معتقد است خدا هم با کودکان کم ایمان که ماها باشیم، با ما همچنین رفتار کرد. این وعده و وعیدی که داده است همان است که وعده بهشت و حور و غلمان و جویهای آب و نمیدانم غرف بهشتی و استبرق و سندس و اینها، همه اینها مانند ما مانند کودکانی هستیم که عقلمان آن معاد رو درک نمی کند. بنابراین آمده اند برای غالب مردم و برای عموم مردم اینها رو مطرح کردن تا ما بیاییم عاقلانه بیندیشیم، عاقلانه کار کنیم، به خاطر آن بیاییم. ولی وقتی که آمدیم ببینیم برای چیز دیگری آمدیم و بدانیم که حقیقت قصه چه بوده است. آن کودک وقتی که به مراحل بالاتر و به بلوغ عقلی میرسد، آن وقت میفهمد که این علم چقدر زیبا بوده، چقدر ارزشمند بوده است. اما قبل از آن نمیدانسته. همه این چیزهایی رو که جوایزی که مثلا در نظر گرفته شده است به خاطر همین بوده است. و این عقل کودکانه بشر هم چنین است و رفتار کودکانه بشر هم چنین است. عقل را اندیشه یوم الدین بود، بین هوا و پرهرس و حالی بین. فقط حال رو می‌بیند، فردا رو نمی‌تواند ببیند. عقل را دو دیده در پایان کار، بهر آن گل می کشد او رنج خار. خب به خاطر گل رنج خار رو می کشد. کسی که گل می خواهد دست می برد، به خاطر اینکه خاری دست بر دست او می خلد، از گل دست نمی کشد. عاقل باشد چون نمی کند. ولی اگه عقل نداشته باشد، وقتی خاری به دست او خرید، آن وقت از گل صرف نظر خواهد کرد. ولی عقل پایان کار رو می بیند، برخلاف نفس که حال رو میبیند، عقل آینده رو میبیند. از آن جهت میتواند اینها رو درک کند، همان عقل معادنش. طبع خواهد تا کشد از خصم کین، عقل بر نفس است بند آهن.
نفس عصبانی شده، یه کسی مثلا کاری با او کرده است، میگه من میرم رو میکشم مثلا. خب کسانی که این قاتلان مگه به فطر قاتل بودن؟ این قاتلان میرن یک دفعه عصبانی میشود، یک چیزی در دستش هست، میزند و کسی رو میکشد و بعد یک عمر پشیمانی دارد، همیشه پشیمان است و ناراحت است که من چرا چنین کردم. ولی این که انسان ها این از این عقل خود استفاده بکنند، حالی بین نباشد، حال رو نبیند بلکه آینده های دور و دراز رو ببیند. عقل بند آهنین میزند بر نفس که نفس هر کاری رو خواست انجام ندهد. عقل ضد شهوت است ای پهلوان، آن که شهوت میتند عقلش مخون. آن چیزی که تو رو به دنبال شهوات نفسانی میکشن آن عقل نیست، اگرچه خود رو عقل نشان میدهد، اگرچه خود رو عقل معرفی میکند، ولی این عقل نیست که تو رو به سمت شهوت میبرد، بلکه عقل ضد شهوت است. گفت پیغمبر که هر که احمق است او عدو به ماست، قول رهزن است. پیغمبر فرمود که هر که احمق است یعنی چه؟ احمق یعنی کسی که از عقل استفاده نمی برد، او دشمن ماست، غول رهزن است، در راه نشسته است تا رهزنی کنند. اصلا مؤمن احمق ما نداریم، مؤمنی که احمق باشد مؤمن نیست. المؤمن ها کیس گفتن، مؤمن بایستی کیس باشد، زیرک باشد، هوشیار باشد، بفهمد. آن مؤمنی که احمق است و ادعای کسی احمق است و ادعای دین و ایمان می کند، او رو به هیچ نمی گیرند. هر که او عاقل بود او جان ماست، روح روح و راه و هم ریحان ماست. همه وجود روح ما و راه ما هست و بادهای خیلی زیبایی که خوش نسیمی که می آید و بوهای زیبایی می آورند آنها و ریحان و آن مرزارهایی که در آنها گیاهان خیلی خوشبو و زیبا می رویند، همه اینها از عقل است. عقل دشنام من دهد من راضی هم. اگر عقل دشنام بدهد من راضی هستم، زن که فیضی دارد از فیاضیم. او از فیاض کل، از خداوند فیض دارد، بهره‌ای دارد. وقتی عقل به من چیزی میگه، من میدانم که این از عقل کل آمده است، بنابراین باید بپذیرم و بپسندم. نبدان دشنام او بیفایده، نبدان مهمانیش بیمایده. دشنامی که حتی عقل میدهد، عقل انسان گاهی به او تشر میزند چرا تو میکنی، این رو بایستی قدر دانست، چون این عقل از جانب خدا با انسان سخن میگوید. مهمانی او بدون سفره نیست. احمق حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. حتی اگر احمق حلوا هم بدهد من قبول نخواهم کرد. مائده عقل است نی نان و شبا، نور عقل است ای پسر جان را غذا. معتقد است آن چه که مائده انزل علینا مائدتا من السما که در مورد حضرت عیسی علیه السلام هست، معتقد است که اون مائده ای که بود انزلنا مائدتا من السما، علاوه بر اینکه مائده آسمانی هم بوده، از چیزهایی هم خوردن موسی و عیسی و حواریون، اما اصل آن همان عقل است. مائده عقل است نی نان و شبا، نان و شبا یعنی کباب، آنچه مشبی است از شبیه است، شبیه یعنی کباب کرد، مشوی یعنی چیزی که کباب شده است، گوشتی که کباب شده است. نور عقل است، نور عقل است ای پسر جان را قضا. نور عقل برای روح چیز قضا هست، قضای انسان این نان و شوربا نیست، این نان و قضا نیست، قضاهای چرب و شیرین نیست، بلکه نان جان همان عقل است. غیر حس و جان که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جان دیگر است. اصل مطلب رو فرمود که آن چی که حسی که در مثلا یک گاوی خری باشد، به اون ضربه‌ای بزنی حرکت می‌کند، قضا ندهی
صدا می کند. همین هم چیزهایی که حیوانی هست، باید بخوابد، باید غذا بخورد، یک سری فعل انفعالاتی وجود دارد. می گوید اینها برای گاو و خرس، آن حس و روحی که در حیوان هست، حیوانات گاو و خرس، این غیر از آن روحی است که در انسان است. باز غیر عقل و جان آدمی هست، جانی در دل آن آدمی. غیر از این عقل و جان یک جان دیگری هم وجود دارد که ما به آن جان جان میگوییم. غیر از این نفسی که وجود دارد یک روحی برتر از آن وجود دارد. غیر از این عقل تو حق را عقل هاست. تو فکر نکن که خیلی عاقل هستی. حضرت حق که عقل کل است، او عقل های بسیار دیگری هم دارد. غیر از این عقل تو حق را عقل هاست که بدان تدبیر اسباب شماست. عقل عقلت مغز و عقل توست پوست، معده حیوان همیشه پوست جوست. چرا حیوانات پوست مثلا خربوزه پوست هندوانه رو میخورن؟ چون که پوست جو هستن. ولی عقل عقل از پوست گذر کرده و به درون نفوذ کرده است. اینجا دارد به سمت از عقل جزئی داره حرکت میکنه به سمت عقل کلی و عقل آسمانی که توضیح عرض کردم. مغز جوی از پوست دارد صد ملال. کسی که صاحب مغز است از پوست ملال دارد. کسی که میخواهد به مغز گردو برسد میخواهد هرچه سریعتر این پوست رو بشکند و کنار بیندازد. مغز جوی، کسی که مغز میجوید از پوست دارد صد ملال. مغز نغزان را حلال آمد حلال. مغز برای انسان‌هایی که نغزند و خالصند و مغز کامل و پر دارند برای اونها حلال است. چون که قشر عقل صد برهان دهد، عقل کل که قام بی ایقان نهد. وقتی که پوسته عقل، عقل ظاهری این همه کار برای ما می‌کند، یک عقل ظاهری این همه برهان و دلیل و استدلال منطقی و فلسفی می‌داند. ببین که آن عقل کل چه کار میکنن؟ این عقل ظاهری، این عقل صورتی، این عقل قشری، این عقل خیلی کار رو انجام میدن. اما ببین که این که قشریست چون این کارهایی انجام میدهد. ببین که عقل کل که لبیست و اصلیست او چه انجام خواهد داد. عقل کل که گام بی ایقان، بدون یقین، بدون این که یقین بیاورد حرکتی نمی کند. عقل دفترها کنند یک سر سیاه. این همه دفترها، این هم کتاب هایی نمیشه شده سیاه شده همش به واسه عقل بوده. عقل عقل آفاق دارد پرزمان. او فقط سواد می آورد، سیاهی می آورد. علم هم اگر هست علمش سواد است. اما این عقل عقل چیه؟ این آفاق رو پر از ماه می کند، همه جا رو زیبا می کند. عقل جزوی گاه چیره گه نگون، عقل کلی ایمن از ریب المنون. عقل جزوی گاهی چیره هست و گاهی پایین است، گاهی بالا، گاهی شکست میخورد، گاهی پیروز میشود. ولی عقل کلی از همه آن شدائب و از همه آسیب ها به دور است. عقل ایمانی چو شحنه عادل است، پاسبان و حاکم شهر دل است. روشن این ها، بس نکو گفتن رسول دل نواز، ذره ای عقلت به هست و منماز. پیغمبر فرمود که یک ذره اگه عقل داشت باشی بهتر از نماز و روزه ایست که شب و روز به آن مشغول باشی ولی تعقل نداشته باشی و درک نکنی. نماز و روزه ای که بدون عقل باشد به هیچ نمی ارزد. یک جو، یک ذره اگر عقل داشت باشی بهتر از هزاران رکعت و هزاران روز نماز و روزه بدون تعقل و بدون ادراک است. زان که عقلت جوهر است این دو عرض. عقل تو جوهره و این دو یعنی نماز و روزه عرض آن هستند. یعنی نماز و روزه بدون عقل هیچ فایده ای ندارند. این دو در تکمیل آن شد مفترض. این دو نماز و روزه برای چه مفترض شد؟ چرا مفترض طاعه هست؟ چرا واجب شد نماز روزه؟ به خاطر اینکه عقل عقل تر شود، عقل بهتر شود. عقل تو با عقل کل جفت تر شود، همراه تر شود. به
بنابراین آنچه که انجام می شود مربوط به این قسم است. در بیان تفاوت مراتب عقول و تفاضل بعضی از آن بر بعضی دیگر، میگه مرتبه های عقول متفاوته و بعضی بر بعضی دیگر تفضیل و برتری داره. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما بعضی رو نسبت به بعضی درجه دادیم. خب خوشبختانه میگویند کمترین، شاید کمترین چیزی که همه توجه میکنن و تنها موضوعی که مردم معتقدن هیچ تبعیضی در آن نشده از همان عقل است. خوشبختانه همه فکر میکنن که بسیار عاقلن، همه خود را از دیگران عاقل میدانن. تنها موردی که هیچ کس در آنجا احساس تبعیض نمیکنن آن عقل است، چون همه خود را از دیگران عاقل تر میپندارد. و این خیلی امر البته خوبی است که رضایتمندی به همراه دارد. در بیان تفاوت مراتب عقول که گفت رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعضی رو فوق بعضی درجه دادیم. این تفاوت عقلها را میدان، اینا خیلی ساده است، سریع رد میشن. در مراتب از زمین تا آسمان هست عقلی همچو قرص آفتاب، هست عقلی کمتر از ذره شهاب. اینو شهاب هم میتونید بخونید، شهاب هم میتونید بخونید. این که ذره شهاب، شهاب سنگ که میآید یک ذره هست، یکی مانند آن است، یکی هم مانند آفتاب است. عقلها با هم تفاوت دارد، نسبی است. هست عقلی چون چراغ سرخوشی، هست عقلی چون ستاره آتشی. ممکن عقلی آتش بیافروزد، ممکن است عقلی نور بیافروزد. ای خنک آن کس که عقلش نر بود، نفس زشتش ماده و مضطر بود. وای آن عقلی که او ماده بود، نفس زشتش نر و اماره بود. منظورش اینه که کسی که بایستی از اضطراب و وقتی که به دنبال عقل می رود مضطر نباشد، وقتی از عقل دور می شود آن بتواند که او رو، آن نفس مانع از عقل نشود. آن نفس زشت ممکن است در آنجا نر بشود و مرد بشود آن نفس زشت و بیاید و آن عقل رو خراب کند. لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز سوی خسران نباشد مغلوب. وقتی کسی که نفسش نر باشد و زشت باشد، نفس اماره داشته باشد، ان النفس الامارتون به سو باشد، در آن صورت عقل مغلوب است، جز سوی خسران نباشد مغلوب. به جز خسران و زیان به جایی منتقل نمی شود. عقل دو عقل است، اینجا بیان می کند. عقل دو نوعه، عقل دو عقل است. اول مکسبی که در آموزی به حرف مکتبی، در مکتب می روی و این عقل رو مجهز می کنی و یاد می گیری. از کتاب و اوستاب و ذکر و فکر و از معانی و از علوم خوب ذکر. این علوم خوبی که هست، علومی که نقل می کنن و علوم عقلیه و نقلی، اینها رو یاد می گیری. عقل تو افزون شود بر دیگران، لیک تو باشی ز حفظ او گران. میگه عقل تو بر دیگران، از دیگران پیشی میگیرد، اما از حفظ او در زحمت میفتی. لوح حافظ باشی اندر دور گشت، لوح محفوظ اوست کو زین در گذشت. میگه تو لوح حافظ هستی. این مسئله جالبی است که مولانا در جاهای دیگر هم گفته است. میگه حافظ نباش، یعنی شما انسان ممکن است که حافظ علم باشد، بیاید و هزاران کتاب رو در مغزش جا بدهد، بهترین حالت اینه دیگه، بگویند این خیلی دانشمند است و باسواد است. ولی میگوید تو حافظ چه هستی؟ تو حافظ علم هستی، تو حافظ عقل هستی. برو دنبال محفوظ، از آن لوح محفوظ بگیر که او تو رو محفوظ کند، عقل تو رو محفوظ نگه دارد. تو حافظ عقل نباش، بگذار که عقل حافظ تو باشد و تو محفوظ عقل باشی. از عقل استفاده کن برای اینکه محفوظ باشی. عقل دیگر، یکی عقل معاش بود، اینم عقل دیگر بخشش یزدان بود.
چشم او در میان جان بود، در میان جان انسان چشم عقل است در حال جوشیدن است. چون ز سینه آب دانش جوش کرد، نشود گرده نه دیرینه نظر. میگه وقتی که مثال میزنه از یک چشمه، وقتی از چشمه یک آبی دائم بیرون میریزد، از به اصل متصل است، آن وقتی هیچ وقت تیره نمیشود، همیشه هم زلال است، همیشه هم زیباست. اما اگر آبی دیگر از چشمه بر نیاید و بماند، چه میشود؟ زرد میشود، گندیده میشود و مزش، طعمش و رنگش تغییر پیدا میکند. میگوید عقل همچنین است. اگر عقل رو انسان متصل کرد با عقل کل، اما این عقلش عقل صحیح خواهد بود. ولی اگر عقل رو ارتباط رو قطع کرد، این عقل رو گفت من خودم خیلی عاقل هستم، از آن عقل کل چیزی نمیخواهم، این آب باید که اساساً زیباست ولی این آب میماند و میگندد و وجود او رو به گند میکشد. گرد ره نبعش بود بسته چه غم، کو همی جوشد ز خانه دم به دم. اگه چشمه ای هم نباشه، چون از این خانه هر لحظه میجوشد، هیچ اشکالی ندارد. عقل تحصیلی مثال جویها، کان رود در خانه ها از کویها. راه آبش بسته شد شد بی‌نوا، از درون خیشتن جو چشمه را. راجع به همان علمی که جلسه قبل سخن گفتیم، با هم قرعه‌ای که گفت بایستی از درون بجوشد، آبی که از درون بجوشد بهتر از هزار چشمه است که از بیرون بیاید، که در وقت دشمنی خصم بیاید و انسان رو به سمت نابودی بکشاند، آن چیزی که از درون است او این مسئله رو حل می کند. در بیان آنکه عقل جزوی را از عقل کلی کامل مدد باید داد، یعنی عقل جزوی باید مدد بگیرد از عقل کلی تا راه یابد به منزل مقصود و مراد، یعنی از مظهر عقل کل استفاده باید نمود تا مقصود اصلی و مطلوب حقیقی حاصل و واصل گردد. راجب اینها هم سخن گفتیم. من تو را عقلی است جزوی در نهان، کامل العقلی به جو اندر جهان. نهایتا میگه که تو عقل جزئیه، یک کامل العقل بودی. اصلا دلیل این که ما به انبیا و اولیا نیازمندیم، به امامان نیازمندیم، همین است که عقل ما ناقص است، عقل ما جزئی است، بایستی از آن عقل بر ما بهره‌ای بیاید. جزء تو از کل او کلی شود، تو جزئی هستی که کل او موجب کلی شدن آن میشود. یه قطره آب هستی، وقتی متصل به دریای او شدی، آن وقت تو هم دریا جزء تو از کل او کلی شود. عقل تو بر نفس چون غلی شود. عقل بر نفس مانند غل و زنجیر می شود که نمیگذارد نفس هر چه دلش می خواهد انجام دهد. عقل جزوی عقل را بدنام کرد. این که ما هی گفتیم این عقل فد است و پای استدلالیان چوبین بود و روش های عقلی رو نپذیرفتیم، به قادر این بود، این عقل جزوی بود که عقل رو بدنام کرد. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. کسی که به دنبال کام دنیا رفت ناکام شد. عقل جزوی آلت وهم است و ظن. عقل جزوی وسیله و ابزار وهم و ظنه که توضیح دادیم. زن که در ظلمات او را شد وطن، در ظلمات جهل و نادانی چنانچه توضیح دادیم این وطن او شد. چون که عقل تو عقیله مردم است، آن نه عقل آمد که ما رو کجدم است. میگه وقتی عقل تو آمد و بست و عقل رو از اقال گفتن، اقال یعنی پایبند شتر. اعراب وقتی که میخواستن شتر رو ببندن، دو قسمت از پای رو که سه تا میخوره وقتی که شتر میخوابد، دو قسمتش رو با یک چرم خاص می‌بستن. وقتی این رو ببندن دیگر این نمی‌تواند بلند شد و حرکت کند. بنابراین عقل از اقال است. اقال یعنی پایبند شتر. به خاطر همین است که عقل در حقیقت پایبند نفس ما هست و نمی‌گذارد که نفس ما هرچه خاص ما عمل کنیم. از آن جهت عقل رو محترم شمردن. و از یک جهت چون فاقد عشق نیست و دشمن عشق است، از آن جهت اجازه نمی‌دهد که این شطور وجود حرکت کند و پیش رود و عاشقانه عشق ببازد.
چون که عقل تو عقیده مردم است، آن نه عقل آمد که ما رو کژدم است. این عقل نیست، ما رو عقرب است. عقل جزوی را وزیر خود مگیر. راهنمای خود عقل جزوی رو قبول نکن، عقل خود را ساز ای سلطان وزیر، ای سلطان بر وجود خود، عقل کل رو وزیر و مشاور خودت رو کن. و چه عقلت هست با عقل دیگر یار باش و مشورت کن. این بده اولا عقلت رو به عقل کل بسپار، و ثانیا عقل خود رو با مشورت با آنها، با مشورت با عاقلان دیگر مجهز کن. و عقل روی عقل داریم، اینو که میگه عقل رو روی عقل بگذاریم و خود رو عاقل مطلق و عاقل کامل حساب نکنیم. از عقول دیگران هم بهره داریم. با دو عقل از بس بلاها وارهی، های خود بر اوج گردونها نهیم. امیدواریم که انشاءالله این عقل راهنمای عقل کلی راهنمای همه ما باشد. السلام علیکم.